معاونان وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای را در وین اتریش از سر گرفتند. تنها 20 روز به پایان مهلت تعیین شده از سوی ایران و 6 قدرت جهانی برای رسیدن به این توافق نهایی باقی مانده است. همزمان با آغاز دور دیگری از این گفتگوها، روزنامه وال استریت ژورنال از کشف ویروسی کامپیوتری در 3 هتل اروپایی محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر داده. از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، اول از روند نگارش متن توافق بگو که بعداً اون وقت بریم سراغ گزارش روزنامه وال استریت ژورنال. بله، این مذاکرات در واقع در وین یک بار دیگه از سر گرفته شد و بین آقای عراقچی و خانم شمیت، معاون خانم موگرینی، کارشناسای ایران و اتحادیه اروپا همکار نگارش متن را از هفته گذشته ادامه دادن و وین را ترک نکرده بودند. قرار هست به گفته اتحادیه اروپا معاونان وزرای خارجه ایران و 5 به علاوه 1 هم به این مذاکرات بپیوندند در روزهای آینده، با توجه به اینکه زمان زیادی باقی نمونده و هنوز یک سری از اختلافات پابرجاست. طرفین دارن تلاششون رو میکنن در این زمانهای باقی مونده کار نگارش متن رو به اتمام برسونن. قبلا گفته شده بود که پیشرفتهایی توی نگارش متن صورت گرفته، ولی در نگارش زمائم اون که به گفته آقای عراقچی بیش از 50 صفحه خواهد بود، یک مقدار پیشرفتها کنتر بوده. به هر حال بحث برداشته شدن تحریمها و بحث شفاف سازی از برنامه هسته‌ای ایران و همینطور پاسخ به سوالها و ابهامات که وجود داره از فعالیت‌های پیشین ایران در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای و همینطور بحث جنبه‌های احتمالی نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران از موضوعاتیه که مورد اختلاف هست و با طرفین روش به یک اجماع نظر برسن. حالا نیلوفر، گزارش وال استریت ژورنال گفته که شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکای که مال روسیه است، گفته کامپیوترهای 3 هتل میزبان این مذاکرات مورد حمله کامپیوتری جاسوسی قرار گرفته. آیا مشخص شده که چه اطلاعاتی مورد حمله قرار گرفته و اساساً چه کسی پشت این حمله ها بوده؟ سوالات همچنان در مورد این حمله کامپیوتری زیاده که پاسخ داده نشده. این شرکت کاسپرسکای همونطور که گفتی امروز توی صفحه اینترنتی خودش هم یک بیانیه رو صادر کرده و توضیحاتی در موردش داده. این شرکت گفته که بهار امسال متوجه شده که به وسیله یک بدافزار جاسوسی هک شده و برای همین سعی میکنه شناسایی بکنه که ببینه چه کامپیوترها و سیستم‌های قربانی این حمله بودند و میره به نام 3 تا هتل که وجه اشتراکشون این بوده که بعد از اینکه هک شدن در واقع توی اون هتل‌ها مذاکرات هسته‌ای برگزار شده. هتل‌هایی توی اروپا گفته شده در این گزارش در واقع که مورد حمله قرار گرفته. هنوز مشخص نیست چه کسی پشت این حمله ها بوده، ولی چه کارشناسانی که وال استریت ژورنال باهاش صحبت کردن، چه برخی از کارشناسان همین شرکت گفتن که این ویروس از نوع پیشرفته‌تری از ویروسیه که قبلا شناسایی شده و توسط اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته. به هر حال مقام های آمریکایی قبلا اعلام کرده بودند که متوجه شدن اسرائیل تو سال 2014 از مذاکرات هسته‌ای جاسوسی می‌کرده. اون زمان هم گفته می‌شد که ممکنه شنود و یا کسب اطلاعاتی از جلسات محرمانه مقام های آمریکایی و ایرانی در واقع استفاده شده باشه. این نگرانی همیشه وجود داشت. ما حتی توی مذاکرات هسته‌ای می‌دیدیم که خیلی از اوقات طرفین برای تلفن زدن و یا گفتگوهای خصوصی بین گروه از اتاق مذاکرات خارج میشن و یا حتی هتل محل مذاکرات رو به طور کامل ترک میکنن برای اینکه نگرانی هایی داشتن از اینکه صحبت هاشون شنود بشه.